سرخط خبرها و مهمترین ها، منابع پاکستانی، حکومت پاکستان پاسپورت پاکستانی سراج‌الدین حقانی را باطل کرده است. رئیس ارتش پاکستان، تصمیم حکومت به اخراج پناهجویان غیر قانونی به نفع پاکستان است. طالبان میگوید به ارزش بیش از 2 میلیون دلار زمرد پنجشیر را فروخته است. و همچنان در پایان شمال بین اماراتیان تقسیم شد. مشروع خبرها. منابع پاکستانی میگویند حکومت پاکستان پاسپورت پاکستانی وزیر داخل طالبان را باطل کرده است. حقانی از این گذرنامه برای سفر به دوحه برای مذاکره با آمریکا استفاده میکرد، اما یک منبع نزدیک به حقانی میگوید او هیچگاه پاسپورت پاکستانی نداشته و به هیچ کشور سفر نکرده است. اعزاز سعید و عمر چیمه، دو خبرنگار مطرح پاکستانی، روز چهارشنبه در برنامه در کانال یوتیوبشان گفتند که حکومت پاکستان اخیراً در همانگی با آقای حقانی پاسپورت پاکستانی او را باطل کرده است. این خبرنگاران میگوید که پاسپورت پاکستانی آقای حقانی برای اولین بار در جریان مذاکرات طالبان با آمریکا در قطر استفاده شد. تا پیش از این گزارش درباره سفر سراج‌الدین حقانی به قطر مطرح نشده بود. او همواره به عنوان شخصیت مرموز و در سایه مطرح شده که آمریکا جایزه چندین میلیون دلاری برای گرفتار او تعیین کرده بود. منبع نزدیک به سراج‌الدین حقانی ادعای خبرنگاران پاکستانی را رد کرد و گفت که او به دلیل محدودیت‌ها نمی‌تواند به کشورهای دیگر سفر کند. این منبع رسمی گفت که همیشه احتمال دستگیری و استرداد او به آمریکا وجود داشته، از این رو نیاز به پاسپورت پاکستانی نداشته است. او افزود که بعد از بازگشت حکومت طالبان چهار کشور از وزیر داخلی آنها برای سفر به این کشورها دعوت کردند، اما حقانی به دلیل تحریم‌ها دعوت سفر را نپذیرفت. رئیس ارتش پاکستان، تصمیم حکومت به اخراج پناهجویان غیر قانونی به نفع پاکستان است. رئیس ستاد ارتش پاکستان میگوید که پناهجویان غیر قانونی به طور جدی بر اقتصاد و امنیت پاکستان تاثیر میگذارند. آسم منیر افزود که تصمیم حکومت موقت پاکستان مبنی بر اخراج پناهجویان فاقد مدرک به نفع این کشور است. رئیس ستاد ارتش پاکستان در جریان بازدید از پشاور حمایت خود را از روند اخراج پناهجویان بدون مدرک اعلام کرد. طالبان میگوید به ارزش بیش از 2 میلیون دلار زمرد پنجشیر را فروخته است. وزیر معدن و پترولیم طالبان گفته است که این گروه در 7 مرحله داوطلبی بیش از 20 قراط زمرد پنجشیر را به ارزش بیش از 2 میلیون دلار به فروش رسانده است. شهاب‌الدین دلاور همچنین افزود که برای 400 نفر جواز معدنکاری در پنجشیر صادر شده است. با گزارش رادیو تلویزیون ملی، تحت کنترل طالبان در حال حاضر حدود 10 نفر مشغول کار در معدن پنجشیر هستند. روزنامه اطلاعات روز در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می‌دهد طالبان اعضای یک گروه وابسته به TTP را بازداشت کردند. یک رسانه پاکستانی گزارش داده است که طالبان افغانستان اعضای یک گروه وابسته به تحریک طالبان پاکستان را بازداشت و زندانی کردند. داودزی، امکان مداخله مجدد خارجی در افغانستان وجود دارد. عمر داودزی، نماینده حکومت پیشین در امور پاکستان، به افغانستان انترنشنال گفت که با حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان و تقابل مردم با طالبان، احتمال مداخله مجدد کشورها در افغانستان وجود دارد. او به برنامه دیدگاه که روز دوشنبه نشر شده بود گفت که طرفدار مداخله کشورهای خارجی نیست، اما اگر طالبان همچنان به طرف افراد بروند، مداخله بیرونی ممکن که واقع شود. آقای داودزی تاکید کرد که همانند دهه 70 خورشیدی، حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان تهدید برای حاکمیت طالبان است. او گفت همان گروه‌هایی که دفعه قبل باعث سقوطشان شد و کشورهای دیگر را آزار داد که مجبور شدند به افغانستان بیایند و مداخله کنند، همان حالت تکرار شدنی است. طالبان اخراج گروه‌های شبه نظامی و تروریستی از خاک افغانستان را همواره رد کرده است. برخی از این گروه‌ها مانند تحریک طالبان پاکستان در کنار طالبان افغان با نیروهای حکومت سابق افغانستان و خارجی در افغانستان جنگیدند. حکومت پاکستان میگوید که تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان بر این کشور حمله می‌کند و از طالبان افغان خواسته که جلو حملات آن را بگیرد و اعضای این گروه را از افغانستان بیرون کند. طالبان افغان این ادعا را رد کرده و بر توافق اسلام‌آباد با طالبان پاکستانی برای حل معضل حملات شبه نظامیان تاکید دارد. نماینده پیشین اشرف غنی در امور پاکستان گفت که جامعه افغانستان متحول شده و بخش زیاد از مردم افغانستان تحصیل کرده و شهر نشینند. به گفته او نیروهای تحصیل کرده و شهری در تقابل با طالبان قرار دارد. او پیش بینی میکند که اختلافات داخلی پای کشورهای دیگر را به افغانستان خواهد کشید. با این حال داوزای تاکید کرد که هر چقدر خارجی ها به نمایندگی از افغان ها تصمیم بگیرند، نتیجه نخواهد داد.
پاکستان به همسران افغان شهروندانش کارت شناسایی پاکستانی می‌دهد. به دنبال تجدید محدودیت صدور ویزای پاکستان به شهروندان افغانستان، دادگاه عالی پشاور دستور داد که به همسران افغان شهروندان پاکستان کارت شناسایی پاکستانی داده شود. این کار زمینه ورود مکرر بدون ویزا و اقامت نامحدود در پاکستان را فراهم می‌کند. دادگاه عالی پشاور پس از دریافت 109 دادخواست مبنی بر تسهیل قانونی نقض کارت شناسایی پاکستان برای همسران افغان شهروندان پاکستان روز شنبه 14 به قضا حکم داد که پاسپورت و ویزا برای گرفتن کارت اصلی پاکستان طبق قوانین ثبت احوال نفوذ این کشور الزامی نیست. پیش از این داشتن پاسپورت معتبر و ویزای پاکستان برای گرفتن کارت شناسایی پاکستان برای همسران افغان زنان پاکستانی الزامی بود. این دادگاه دستورش را در یک حکم مفصل 33 صفحه‌ای صادر کرد و نوشت تمام این دادخواست‌ها کتبی تا حد قانونی است، یعنی در صورت که یکی از زوج‌ها پاکستانی باشد و دیگر ادعا کند که خارجی است، داشتن پاسپورت معتبر با ویزای پاکستانی اجباری تلقی نمی‌شود. دادگاه بر این باور است که شرط الزامی بودن داشتن پاسپورت معتبر با ویزای پاکستان برای مهاجران افغان که چندین دهه است که با خانواده خود در پاکستان زندگی میکنند و اعضای خانواده خود را تربیت کرده و در این جامعه ادغام شده خشن خودسرانه و غیر منطقی است. با این حال دادگاه عالی پشاور اعلام کرد که مقام‌های ثبت احوال نفوذ کاملا صلاحیت خواهند داشت که از متقاضیان مدارک و جزئیات بیشتر بخواهند و پس از اطمینان از این که فرد واجد شرایط در واقع افغان است کارت شناسایی پاکستان برای صادر شود. این دادگاه همچنین به رئیس ثبت احوال نفوذ دستور داده است که دستور عمل‌های تازه مطابق با این حکم برای صدور این کارت به تمام مراکز ثبت نام صادر شود. ترورهای هرات، چرا طالبان در مزان اتهام قرار دارند؟ حمله دیروز در جبرائیل این شایبه را تأکید کرده است که نوعی از کشتار سیستماتیک و زنجیره‌ای در جریان است و یک هویت قومی مذهبی خاص را هدف قرار می‌دهد. ساکنان منطقه جبرائیل در هرات هزاره‌های شیعه هستند. این مردم دهه‌هاست که مورد حملات سیستماتیک قرار دارند. در دور اول حکومت طالبان هزاره‌ها حداقل دو مورد قتل عام در مزار شریف و ولسوالی اکاولنگ بامیان توسط این گروه را متحمل شدند و کشتارگاه کندپشت ولایت زابل را اثر گذراندن. دهه اول جمهوریت برای این مردم نسبتاً آرام گذشت، اما دهه دوم آن کشتارهای پرتعداد را برای این مردم رقم زد. شاهراهایی که مناطق هزارنشین را به مناطق دیگر وصل می‌کند از جمله کشتارگاه‌های دائمی این مردم بود. دشت قره‌باغ و غزنی که ولسوالی‌های جاغوری و مالستان ولایت غزنی را به مرکز این ولایت وصل می‌کند، منطقه قیاق ولسوالی جغتوی غزنی که ولسوالی‌های جغتو و ناور را به مرکز این ولایت وصل می‌کند، تنگ ادله در ولایت زابل که ولسوالی جاغوری را به زابل وصل می‌کند و دره جرز که سه ولایت غور، بامیان و دایگندی را به کابل وصل می کند، معروف ترین کشتارگاه ها بود. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. شب و روزتان خوش.